سلام بر شما هموطنان گرامی، در برنامه‌ای که هم‌اکنون مشاهده خواهید کرد نگاهی بسیار گذرا خواهیم داشت به اوراق یک کارنامه، کارنامه فعالیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، و تلاش خواهیم کرد که تأثیر و نتایج این فعالیت‌ها رو در زمینه‌های مختلف بررسی کنیم. فهرستی که مشاهده می‌کنید محورهای این بررسی ما خواهد بود. تأثیر تعرض سیاسی مقاومت در انتخاب خانم مریم رجوی، جبهه همبستگی ایرانیان در خارج از کشور، جبهه بین المللی وجدانهای بیدار، کارزارهای بزرگ مقاومت در برابر رژیم و جبهه مماشات، مقابله با توطئه‌های رژیم ولایت فقیه علیه مقاومت ایران، افشای برنامه‌های رژیم در زمینه رسیدن به بمب اتم، تشکیل جبهه ضد ام القرای بنیادگرایی، دفاع از حقوق بشر ملت ایران، دفاع از مجاهدین، نیروی جنگنده ضد رژیم در مراحل مختلف، الهام بخشی قیام‌ها و خیزش‌های مردم ایران. بدون شک این بررسی بسیار بررسی فشرده ای از تلاش‌های مقاومت با پرچمداری مریم رجوی. بنابراین در بسیاری از محورها به اشاره رد خواهیم شد تا بتونیم یک تصویر کلی از کل تأثیرات این انتخاب رو در این سال‌ها ارائه کنیم. آخرین سالهای دهه 60 و آغاز دهه 70. 1 میلیون معتاد به اضافه سنگسار در انظار عمومی. به ایران خمینی خوش آمدید. از خمینی یک رژیم درهم شکسته که در تمامی زمینه ها شکست خورده بود برای بقایایش به ارث رسید، رژیمی که در زمینه اصلی ترین شعار استراتژیکی خود، یعنی بلعیدن عراق با شعار جنگ جنگ تا پیروزی، و در رویارویی با دشمن اصلی خود یعنی مجاهدین در زمینه های سیاسی و اجتماعی شکست خورده بود. جنگ اقتصاد را کاملا در هم شکسته بود و نارضایتی عمومی بعد از شرایط آتش‌بس به جامعه فضای انفجاری داده بود. تمام سیستم مانند یک ستون است که اگر یک سنگ آن را برداری تمام ستون در هم می شکند. در چنین شرایطی باند غالب رژیم راه چاره رو در این دید که برای بقای رژیم ولایت فقیه تلاش کنن همین حکومت آخوندی و همین حکومت مذهبی رو، استبداد مذهبی رو با همین هیبت و ترکیبش یه جوری به سیستم جهانی چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی بست کنن، قلاب کنن. با این قلاب کردن رژیم رو از سقوط به دره سرنگونی نجات بدن. به همین خاطر رفسنجانی یه شبه لباس مدره و اعتدال به تنش کرد و استراتژی اتصال حکومت آخوندی به سیستم سرمایه‌داری جهانی رو در پیش گرفت. البته معلوم بود که این بادکنک خیلی زود میترکه، اما اتفاقاتی در صحنه جهانی به وقوع پیوست که به رژیم توی اون روزگار امکان ادامه این بازی و این مانور رو داد. ناگهان یک جنگ غیر مترقبه. با اشغال کویت توسط عراق تمامی صف‌بندی‌های سیاسی منطقه به هم ریخت. صف‌بندی که تا آن زمان اغلب کشورهای منطقه را با مقاومت ایران و اغلب دولت‌های جهان را
در مقابل پدیده بنیادگرایی و افراطی‌گری اسلامی قرار می‌داد، یک شبه زیر و رو کرد. جنایت‌ها و ماهیت ضد تاریخی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران تحت شعاع این بحران قرار گرفت. با تمرکز توجهات روی عراق، ماهیت و نقش مخرب تاریخی رژیم آخوندی در منطقه به میزان زیادی به فراموشی سپرده شد و البته به تبع آن جنایت‌هایش در ایران و تروریسمش در جهان. این شرایط به رژیم آخوندی یه فضای بین المللی و یه فرصت طلایی برای ادامه حیاتش داد. رژیم این شرایط رو مائده ای دید که با توسل به اون بتونه هم دشمن دیرینش رو از سر راش برداره، هم رژیمش رو از ورطه سقوط نجات بده. نگاه کنین به عنوان نمونه، یک قلم با بحران کویت 13 میلیارد دلار به درآمد نفتیش اضافه شد. رژیم همزمان با جنگ کویت در یک لشکرکشی نظامی در صدد نابودی مجاهدین. رژیم در این تهاجم خود شکست خورد. مجاهدین یک تعرض تمام عیار سیاسی را علیه رژیم آغاز کردند. هدف این بود که این تعادل جدید بین المللی در هم شکسته شود. گسترش مجاهدین و گسترش شورای ملی مقاومت ایران، افزایش فعالیت‌های بین‌المللی، همه اینها در واقع باید گفتش که جزئی از پاتک‌های مجاهدین علیه رژیم بود. اما تمامی اینها در سال 1370 مؤثر علیه رژیم ارتقا پیدا کرد. در اجلاس شهریور ماه سال 1372 شورای ملی مقاومت خواهر مریم رو عنوان رئیس جمهور برگزیده شورا برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران معرفی کرد و انتخاب کرد. اصلا میخورم تا اونجایی که در توان دارم و به ظرفیتم برمیگرده. اون چرا که بر عهده‌ام گذاشتین کوتاهی نکنم. خدایا از این رئیس جمهور و با این رئیس جمهور ملت ایران حیات و تولد دوباره پیدا بکند. کمتر از دو ماه بعد رئیس جمهور برگزیده مقاومت به طور رسمی معرفی شد و فعالیت‌های گسترده‌ای را در اروپا آغاز کرد. این یک تعرض کامل سیاسی علیه رژیمی بود که بعد از مرگ خمینی توسط رفسنجانی می‌خواست با دود و دم استحاله و مدر نمایی به کمک حامیان بین المللی خود مقاومت ایران را از سر راه خود بردارد. با این انتخاب مقاومت ایران در داخل و خارج ایران چشماندازهای پیشرفت سیاسی را یکی پس از دیگری رقم می‌زند.
بیشتر از همه این خود رژیم و عکس العمل هاش بود که ناخواسته وحشت خودش رو از این تعرض سیاسی بازتاب میداد. خبرگزاری رژیم 8 آبان 72 این مصالح نظام را تهدید می کند. خبرگزاری فرانسه از قول لاریجانی در 25 آبان 72 حضور او یعنی مریم رجوی در فرانسه برای ایران یعنی رژیم آخوندی غیر قابل تحمل است. رژیم در مقابل این تعرض سیاسی فقط به تهدید و ارعاب اکتفا نکرد. 7 آذر ماه 1372 قرارگاه اشرف رو خمپاره بارون کرد. این خمپاره غول‌پیکر برای بمباران مقر خانم رجوی ارسال شده بود و در بلژیک لو رفت. رسانه‌های خارجی از خلال همه این ماجراها به برآوردهای جدیدی از تأثیر انتخاب خرمریم در این کارزار سیاسی رسیده بودند. در واقع باید بگم که اونها جدیت و اهمیت فعالیت‌های خرمریم رو واقعاً زودتر و بهتر از دولت‌هاشون تشخیص دادن. رادیو سراسری ایتالیا 22 اکتبر 1993 در مورد انتخاب خانم رجوی گفت: یک گام به پیش از جانب مقاومت ایران علیه رژیم آخوندها. لیبراسیون 15 نوامبر 93. مسئول سابق مجاهدین خلق که اخیراً به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران معرفی شده، به واقع کابوس اصلی رژیم ایران است. در سالهای 72 تا 75 مقارن با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در فرانسه، پشتیبانی ایرانیان مقیم خارج از کشور از مریم رجوی که در گرد همایی های بزرگ این سالها خود را نشان می‌داد، سران رژیم را متوجه گسترش بی سابقه مقاومت کرد. در خرداد ماه سال 75 خانم رجوی در ارسکورت لندن سخنرانی کرد. این بزرگترین اجتماع ایرانیان در خارج از کشور با شرکت 25 هزار نفر بود. این اجتماع بزرگ از مظاهر ائتلاع مقاومت ایران و نشانی از حمایت اکثریت قاطع مردم ایران از مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن بود. گسترش ابعاد این حمایت فقط مربوط به خارج از کشور نبود. در داخل کشور هم شاهد رشد فزاینده حمایت اجتماعی
از مقاومت در میان جوانان، زنان ایرانی و سایر اقشار میهنمون بودید. در همین دوران رژیم در شهرهای شیراز، اراک، زنجان، مشهد و قزوین با قیام توده‌های مردم مواجه شد. رژیم این قیام‌ها و اعتراضات را با سرکوب و کشتار پاسخ داد. در مجموع میشه گفت که یکی از نتایج انتخاب مریم رجوی پیدایش یک جنبش بزرگ همبستگی در میان ایرانیان در خارج کشور و همینطور رشد اعتراضات مردمی در داخل کشور بود. گردهمایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور و پشتیبانان مقاومت در سالهای اخیر یک بسیج بی سابقه تاریخی و کم نظیر در تاریخ جنبش‌های ایران و جهان را به نمایش می‌گذارد و نشان دهنده عمق اتکای پرچمدار مقاومت ایران به مردم است. با اتکا به این حمایت‌ها و پشتیبانی و فعالیت‌ها و امواج اعتراض این هموطنان بوده که در هر مقطعی با تظاهرات، با گردهمایی و با خشم و خروش در خیابان‌های جهان و در برابر مجامع بین‌المللی و سفارت‌های کشورها مقاومت تونسته رژیم رو عقب بنشونه و پیروزی‌های بزرگی رو محقق کنه. توطئه بزرگ 17 ژوئن در بهار 82 با امواج عظیم اعتراض و خروش ایرانیان در سراسر دنیا به شکست کشانده شد. از آن روز محیط‌های ایرانیان آزاده در خارج از کشور هیچگاه آرامش نداشته است. از آذر ماه سال 82 کارزارهایی در سراسر جهان به صورت تحصن‌ها، اکسیون‌ها و تظاهرات برای محکوم کردن توطئه‌های رژیم علیه شهر اشرف جریان داشته است. هشت اردیبهشت 85 گردهمایی ایرانیان آزاده از ایالت‌های مختلف آمریکا در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک همزمان با اجلاس شورای امنیت سازمان ملل. 10 تیر 85 30,000 ایرانی در سالن بورژه پاریس در بزرگترین اجتماع ایرانیان با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در حمایت از تغییر دموکراتیک در ایران با مریم رجوی. چرا به جای ایستادگی در برابر رژیم ولایت فقیه، امتیازهای سیاسی و اقتصادی و تکنولوژیک آن هم از جیب ملت ایران به آن تقدیم میکنیم؟ مگر نیست که ملایان با مردم ایران و جامعه بین المللی سر جنگ دارند؟ چرا برایشان مشوق‌های رنگارنگ در سینی طلایی به تهران می‌فرستید؟ آیا این یک دیپلماسی مسئولانه است؟ 30 تیر 85 گردهمایی و اکسیون‌های اعتراضی هموطنانمان در کشورهای مختلف جهان آغاز شد و ایرانیان در سراسر جهان زنگ‌ها را برای تغییر دموکراتیک و سرنگونی رژیم آخوندی به صدا درآوردند. نه تیر 1386 گردهمایی 50,000 نفره ایرانیان در ویلپنت پاریس و سخنرانی خانم رجوی با عنوان به سوی پیروزی. 8 تیر ماه 87 گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس با شرکت بیش از 70,000 نفر.
آخوندها رو هم بور و هم کور کردید. شهر خورشید آشیانه ماست، شعله خشم در ترانه ماست، راهی خانه ایم و میخوانیم، خانه از خصم نیست، خانه ماست. که نباید باشد به رساترین صورت در شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه بیان کرده است. به آخوندها میگوییم این سرنوشت محتومی است که شما هم از آن گریزی نخواهید داشت. بله، مردم ایران هم سرنگونی شما را میخواهند و آن را محقق خواهند کرد. تغییر دوران خود را در غلبه پیروزمند مقاومت ایران بر دسیسه های همه جانبه رژیم ولایت فقیه و دولت دست نشاندهش در عراق نیز نشان می‌دهد. همه می‌دانید که در یک سال گذشته طرح انحلال و انهدام سازمان مجاهدین در میان بود، ضرب العجلی برای یک سر کردن کار اشرفی ها و قرارداد هفت ماده‌ای آخوندها با دولت عراق برای تسلیم یا نابودی این جنبش. و حالا خوشحالم که به شما و به ملت بزرگ ایران بگویم که امانت شما یعنی جنبش رزم‌آور ضد رژیم ولایت فقیه، شکوفه قهرمانی‌های تاریخ ایران، در پناه لطف خدا از تاراج خزان و گزند قتل عام و انحلال در امان ماند.
رسالت تاریخی خود صد چندان شکافنده تر، قدرتمند تر و استوارتر است. و حالا آی اشرف نشان ها، از شما میپرسم، آیا شما هم برای مسئولیت های این دوران، یعنی تلاش و نبرد صد برابر برای آزادی مردم ایران آماده ای؟ شما را شنیدم. پس به کوری چشم دشمن اشرف تکثیر شد و اشرفی ها این شماران شدند. وجود همه دسیسه ها و نامردمی ها، حرف آخر را نسلی خواهد زد که مسعود تربیت کرده است، همان نسل بیشماران که می خروشد در برهوت استبداد و اختناق، آن عشق به آزادی که وجود انسانی را تبخیر می کند. ماییم در تیرگی دروغ و ریا و بیگانگی، آن فدا و صداقت که راه مقاومت را می گشاید ماییم و در ظلمات ولایت فقیه، آن اراده پیروز که ارتش آزادی از آن می جوشد، بر می خیزد و سرنگون می کند ماییم. تشکیل انجمنها و تشکلها و فدراسیونهای ایرانیان در تبعید یک نشانه دیگر اتکا به خود و خلق خود در رویارویی با دشمن ضد بشری. طی سالهای گذشته موجی از برگزاری کنوانسیون و تظاهرات توسط ایرانیان آزاده در سراسر آمریکا و اروپا برای حمایت از راه حل سوم خانم رجوی جریان داشت. از آبان 84
کنگره‌های ایرانیان در دفاع از مجاهدین شهر اشرف در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا برپا شد. یکی دیگه از دستاوردهای مقاومت در این سالها تشکیل جبهه‌ای بزرگ از وجدانهای بیدار دنیا در حمایت از مردم و مقاومت ایران و رو در روی بنیادگرایان حاکم بر میهن ما بوده. این انسان‌های بشردوست گنجینه‌ای بی همتا از والاترین ارزش‌های انسانی در جهان معاصر رو نمایندگی می‌کنند. واقعیت اینه که گرد آوردن این گنجینه توسط خواهرمریم کار ساده‌ای نبود، خیلی کار سختی بود و این جز با تلاش بیوقفه، سخت کوشی و مایه گذاری خواهرمریم و اعضا و کادرهای مقاومت طی این سالیان محقق نشد. به این ترتیب می‌بینیم که یک جبهه مؤثر، بین المللی، وسیع، گسترده در حمایت از مردم و مقاومت ایران تشکیل شد. البته باید بگم تکیه این جبهه در اساس بر بنیادهای حقوقی و دموکراتیک جهان و مصوبات بین المللیه. جان لوئیس نماینده کنگره و همرزم مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید سیاهان آمریکا. تا زمانی که مردم ایران از پایه‌ای‌ترین حقوق به عنوان انسان‌ها محروم باشند، مردم جهان و ما نیز از حقوق خود محروم هستیم. در اثر همین پیشروی‌ها و تأثیر بر افکار عمومی کشورها توسط رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بود که ایادی رژیم زبان به شکایت باز کردند. به عنوان نمونه سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در تاریخ 27 تیر 87 میگه باید از تمام ظرفیت‌های موجود میان ایران و اروپا استفاده شود تا ادامه تحرکات منافقین در اروپا محدود شود و منافقین در برنامه خود یعنی فتح سنگر به سنگر کشورهای اروپایی ناکام بمانند.
به این ترتیب با تلاش‌ها و کارزارهای مستمر نیروی یک جبهه عظیم جهانی در 5 قاره جهان به نیروی مقاومت ایران در نبرد با دشمنان ملت ایران افسوده شد. این کارستان بزرگیه که یک جنبش اپوزیسیون با وجود انبوهی از توطئه‌ها و حملات و محدودیت‌ها اون رو محقق کرده. با اتکا به این دو اهرم بزرگ، یعنی جبهه همبستگی ایرانیان و جبهه وجدان‌های بیدار جهان، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران توانست در محورهای گوناگونی در نبرد با دشمن ضد بشر پیروز شود و رژیم آخوندی را که از حمایت مماشاتگران و تاراج ثروت‌های مردم برخوردار بود در عرصه‌های گوناگون شکست دهد. یکی از این زمینه‌ها مقابله با توسعه طلبی منطقه‌ای رژیم بود. بگذارید از سوی مقاومتی که افشاگر منحصر به فرد پروژه های اتمی و تسلیحات ممنوعه کشتار جمعی رژیم آخوندها بوده، با صراحت از همین جا به دنیا اعلام کنیم که خطر روزافزون مداخلات و توطئه ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق اکنون 100 بار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است. تکرار می کنم، خطر روزافزون مداخلات و توطئه ها و تروریسم رژیم ملایان در عراق اکنون 100 بار از خطر اتمی این رژیم بیشتر است. مبارزه با توسعه طلبی منطقه‌ای و تهدیدهای اتمی فرامنطقه‌ای رژیم، اینا اون پایه‌های مشترک و اصیلی هستند که به جبهه متحد ضد بنیادگرایی هویت، قدرت و انسجام میده. از همه باید به زنانی تبریک بگوییم که همین امروز و همین ساعت در گیر و دار نبرد هستند. پس تبریک میگوییم به خواهران عزیزم در کانونهای خونفشان قیام مردم سوریه، همچون هومس، بابا عمر و رستن و درعا، که در این روزها صحنه‌های تکان دهنده مقاومت قهرمانانه در برابر جنایت علیه بشریت است. سازمان ملل متحد امسال روز جهانی زن را به درستی روز زنان سوریه نامیده است. پس اجازه دهید برای همبستگی با زنان سوریه و در تجلیل از فداکاری های آنها و همه زنان منطقه، به خصوص حماسه آفرینان جهان عرب و بهار عرب، قیام کنیم و برای آنها دست بزنیم. زنان و مردان و کودکان سوریه با چنگ و ناخن و دندان با جبهه شرارت و تاریکی در افتادند. محور این اتحادیه شیطانی دیکتاتوری ولایت فقیه است که از گسترش انقلاب ها، به خصوص از آزادی مردم سوریه، عمیقاً وحشت دارد. زیرا جبهه منطقه‌ای ولایت فقیه را متلاشی می کند، توازن قوا در درون آن را به زیان خامنه‌ای به هم می زند و مانند تجربه قیام 25 بهمن سال گذشته زمینه مساعدی
برای فوران قیام ها در تهران و شهرهای دیگر فراهم می کنند. بله، سقوط رژیم سوریه شکافی ایجاد می کند که تا بیت العنکبوت خامنه ای امتداد خواهد یافت. صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين السيدة الأخت المناضلة مريم رجوي النموذج النسائي لكل نساء العالم ونساء المسلمات والنساء العربيات. ومن هذا المنبر الكريم نعلن توأمة مدينة حمص المنكوبة مع مخيم أشرف الجريح. How is it that anybody could say they stand for God and yet murder God's children? The Iranian theocracy does not stand on the side of God. نحن نساند ونثمن قضيتكم ونضالكم ضد الطرف الديني الذي يمثله نظام الملالي في إيران وما يمثله من قهر وظلم واستبداد وديكتاتورية. Farouchement libre et sereinement musulmane. Le plaidoyer que vous venez de faire sur l'islam nous rapproche de vous. L'importance que nous avons de notre responsabilité individuelle, responsabilité personnelle, vous l'avez rappelé. Vous avez rappelé également que c'est une religion de paix, de tolérance, de liberté et surtout, surtout, d'égalité. Vous nous avez rappelé le message de l'islam authentique. Nous défendons, vous et moi, et vous tous ici, l'idée d'un islam spirituel, libre et responsable. الأخت مريم رجوي المحترمة، السادة المشاركين، أحييكم باسم ملايين الثائرين من أرض سوريا الحبيبة. ليس غريبا أن يكون قدرنا معا نتكلم في دار الشتات. فعدونا واحد وألمنا واحد، إنه الظلم والقهر والقتل والتشريد من قبل نظامين متحالفين، النظام الطائفي الحاقد في دمشق ونظام الملالي وأصحاب العمائم في طهران. أبدأ حديثي بالتحية للأخت المجاهدة الآنسة مريم رجوي حفظها الله، ولقد قدمتم أمثلة للتضحية والفداء من أجل نيل الحرية. هذا العالم الذي لن يتسع بعد اليوم إلا لمن يطلبون الديمقراطية ويؤمنون بها ويمارسونها قولا وفعلا، لا من يتشدقون بها ويقومون بقمع شعوبهم. ولولا إيماننا بقضيتكم لما حضرنا، ولإيماننا المطلق بأن الإسلام مستهدف ومحارب. ونتوجه بخالص الشكر إلى السيدة مريم التي تكلمت كلمة عظيمة دلت على مدلول عظيم، وهو إيمانها الشامل بالإسلام وبما يتطلبه الإسلام الحقيقي، لا الأفكار المتأسلمة الدخيلة على الإسلام. أخواني أخواتي الأعزاء، إننا في هذا اليوم
نجتمع من أجل مناصرتنا لكم وللشعب السوري، وإن ما يحصل على الوطن العربي من قبل الأنظمة الدكتاتورية الذي سقطت في الربيع العربي وما بقي منها على سبيل المثال نظام الأسد الذي أوشك على السقوط إن شاء الله قريبا. Mais je suis là, Madame la Présidente, parce que je sais que votre mouvement est un mouvement juste, est un mouvement qui s'inspire d'un islam de juste milieu. وجودنا اليوم معكم هو تعبير منا عن مساندتنا لحركتكم ولنضالكم. تحية للأحرار الصامدين في مخيم أشرف، مخيم الصمود والكرامة، والذي نعتبره سدا منيعا أمام التطرف والمد للفكر الظلامي. الإسلام يرفض الاستبداد، يرفض القهر، يرفض العدوان على إنسانية الإنسان. These folks not only have done terrible and inhumane damage to their own people, they have done enormous damage to Islam itself. These people are not good Muslims. I know something about what's in the Quran. I don't recognize what these people are doing. They claim to speak for God. God will decide who speaks for God, not the mullahs and the ayatollahs in Iran. ما رژیم آخوندی ایران از اهل تشیع، مردم ایران از اهل تشیع افغانستان جهان و از اهل سنت جدا میسازیم. ما که رژیم آخوندی میگیم خمینی و خامنه ای و رفسنجانی و همسالهم در بین اسلام جای ندارن. ما شخصا خود خمینی را پیش از یک شیطان بالا نمیشناسم. ایران has a strong and a huge democratic potential. And your movement is also proof that democracy and Islam go well together.